این زد یه زد ساده نیست این آخرین و هاین ترین لپتاپ برای رندر HP z Studio G9 تقدیم به روی ماهتون درود دوستان خوش اومدین به یه ویدیو دیگه امیدوارم هر جای این کره خاکی هستید حالتون خوب خوب باشه خفن ترین و حرفه ای ترین لپتاپ ورک تاریخ بشریت به اسم اچ پی یا زد بوک رو میخوام براتون معرفی کنم که کمتر ایرانی به این دستگاه پرداخته علتشم نایاب بودن و کمیاب بودن این محصول ضمن که ارزش خرید بالایی داره و امکانات عجیب و غریب خب این لپتاپ رو باید بگیم ترین ویندوزی دنیا یعنی یه جوری الهام گرفته از یه مکبوک اپله و در واقعیت یه دستگاه ویندوزیه برای ورک و کارهای گرافیکی خیلی ذوق زود دارم زودتر این دستگاه رو معرفی کنم چون واقعا نمونهش هیچ جا من تا حالا ندیدم و قطعا مطمئنم که شما هم ویدیو بررسی این دستگاه رو ندیدید اول من یه بیوگرافی و تاریخچه از دستگاه بهتون بگم ببینید اچ Z ما کلا تو هر برندی حالا اچ پی زد بوک کنار تو هر برندی یه سری کاستومر یا مشتری داره مشتری خونگی مشتری اداری مشتری گیمینگ مشتری هر چیز حالا شرکت های مختلف طبقه بندی میکنن دستگاهایی رو که میخوان وارد بازار کنن دسته بندی میکنن و با به اون نیاز کاربر میان یه دستگاه تولید میکنن بالاترین برید ورک ها یعنی دستگاه هایی که برای رندره برای کارهای سخته و کارهای اداری سنگینه مثلا دستگاه توی شرکتی قرار صبح زور شب رندر بگیره قراره که یه دانشجو یا یک حالا کاربر حرفه‌ای هر کسی این دستگاه رو در دراز مدت استفاده کنه طولانی مدت استفاده کنه و یه سری ویژگی هایی باید این دستگاه داشته باشه که بتونه نیاز اون کاربر رو رفع کنه حالا این که بکلایت RGB داشته باشه یا نداشته باشه به کار کسی که رندر میگیره نمیاد ولی اینکه که دستگاه بدنه مقاومی داشته باشه یکی از پارامترهای اینکه مثلا دستگاه چه میدونم کولینگ فلان نداشته باشه نمیدونم کولر بوستر نداشته باشه به درد یه ورک استیشن نمیخوره به درد یه کاربری که دستگاه ورک استیشن میخواد نمیخوره اون سبک بودن و زخامت دستگاه ما که دائم بتونی یه دستگاه ورک استیشن رو حمل و کنه و از این تیپ پارامترها که میاد این دستگاه رو تبدیل میکنه برای همون تدوینگرها کسایی که کارهای چریدی میکنن سبودی میکنن حالا بعضا یه بازی هم بخوام باش بکنن مشکلی نخواهن خورد زد بوک کلن تو ایران من تا جایی که من حضور رو ذهن دارم تقریبا از نسل سه به تو بازار بوده حالا نسل یک و دوشو که مطمئن هم نیست یعنی نسل سه به بعد بوده یعنی عملاً از دوزار به بعد بوده سابقه خوشی داره یعنی سابقش پیشینش خوبه از 2013 که وارد بازار شده استوکاش تو بازار بوده دست دوماش دو کارکرداش بوده آکمنداش نبوده تو ایران هنوزم نیست علتش هم الان بتون میگم و داره تولید میشه دا تو بازار داره خرید و فروش میشه دست دوماش دو و هنوز دستگاه ده سال پیشش مثل مرد مثل چی بهتون بگم مثل تراکتور داره کار میکنه و آخ نگفته این خودش امضای کار اچ که دستگاه ده سال پیشم هنوز استوکش تو ایران داره کار میکنه حالا من اینجا یه پرانتزی باز کنم این دستگاه آکبندش نیست از قدیم نبوده چرا نیست علتش الهبت میگم این دستگاه اگه در نظر بگیری i7 رم 8 گر i7 رم 16 4 گیگ گرافیکش lenovo lq hp victus msi gf asus tuf هر برندی رو نگاه کنی خب این سخت افزار رو تو دامنه 37 میلیون تا 44 میلیون داره میفروشه یعنی از 600 700 دلار داره میفروشه تا 1000 دلار اما همین سخت افزار رو زد بود 2000 دو دلاره خب هیچ نمیخره مگه که طرف بشناسش و حالا چرا استوکش خیلی تو بازار زیاده به خاطر که یه کمپانیایی تو دنیا هستن مثلا مثل شورولت مثل فورد اینا یه دستگاهی میخوان صبح زور شب برای تکنسیناشون روشن باشه به اچ سفارش میدن اوردر میذارن برای من زد درست کن با فلان سخت افزار یک سال قرارداد دارن که این دستگاه ها دست این کمپانی باشه یا دو سال لستشون باشه بعد تکلیف چی میشه استوکاش وارد بازار میشه پس در نتیجه این دستگاه ها آکبنده چون صرف اقتصادی برای وارد کننده نداره از طرفی چون بازار نداره و قیمتش خیلی باله استوکاش طلبه داره حالا استوکه شده اندازه همون ویکتوسه خب اینجا دیگه صرف داره حالا گرید بندی میشه دستبندی میشه که این مثلا ای بوده دست مدیر اون شرکته بوده یا دست کارمندش بوده دیگه دستگاه رو کشیده این جوریه که HP پی تو بازار اون قدری نیست این بیوگرافی بود از اچ پی یه دستگاه گرون قیمت استوکش عمدتا تو بازاره نسل قدیمیش زیادتره خب نسل جدیدش طبیعتا هنوز استاک نشده و کمتر وارد بازار میشه و از طرف یه دستگاه پرفشنال های اند پریمیوم محشره اول از بحث مارکتینگش براتون شروع کنم این دستگاه استودیو ببینید استودیو که وقتی میاد یه سری پارامترها رو دستگاه باید باشه که بگن زدبوک استودیو حالا بهتون میگم در ادامه ویدیو که چه چیزایی باعث شده که این ست استودیو بشه و جی نسل 12 خب جی 10 هم هست تازه اومده نسل 13 طبیعتا سال دیگه یا شاید چند ماه دیگه جی 11 بیاد با کور اولترا جدید پس طبیعیه و آخرین سری که تو ایران میتونید پیدا کنید همینه قیمت حدودیش آیناین سی هفتاد تیایش رو در بهترین حالت اگه بخواید پیدا کنید هفتاد خورده ای و در حالت نرمالش نوت تومنه و شاید به خودتون بگید الان یه دونه زدبوک میرم یه دونه ایسوز تی اف میخرم با همین مشخصات برند نیو صفر 60 میلیون حالا باید چرا استوک؟ حالا چرا باید برم استوکه ایچ بی زدبوک و اینقدر پول بدم اگه تا انتها ببینید قطعا سوالتون پاسخ خواهد پاسخ داده خواهد شد مکبوک ترین لپتاپ ویندوزی دنیا چون خیلی طراحی جلوش یعنی داخلش خیلی شبیه اپل یه لحظه اصلا شما فکر کنید که مک رو دیدید قاب بالا رو نگاه نکردید فقط پایین رو دارید نگاه می‌کنید اینکه اینکه مک یا این مکبوکه خیلی شباهت دارن حالا من بهتون توضیحات رو بدم اول اینکه قاب کل این دستگاه کلش تمامش بجز فریم دور ال سی دی تماما آلومینیوم 7000 آلومینیوم 7000 آلومینیومی که تو ساخت صنعت هوافضا استفاده میشه یعنی تو هواپیما استفاده میشه و موشک مقاومت بالا خشپذیری پایین وزن سبک و کیفیت بالایی داره روی زمانی این آلومینیوم تو آیفون 6 و 6 اس رو 7 مورد استفاده قرار میگیره ولی از اونجایی که هزینه ساختش زیاد بود یه شرکت ها تب... تبدیلش کردم به شیشه و نمیدونم حالا تیتانیوم الان شده ولی در نظر داشته باشید یکی از گرونترین و کمیابترین آلومینیوم های بازاره وقتی این دو تا دستگاه کنارتون باشه یعنی مکبوک و اچ زد بوک شما متوجه نمیشید که کدوم زد بوک کدوم مکبوک مگه اینکه بج اینتل رو ببینید دیگه اونجا متوجه میشید این مال آقا خدمت شما اچ پی بگذاریم قاب پشت که تمام آلومینیوم 7000 رو گفتم سبوکیش هم گفتم بریم سراغ بعدی یه لوگو این پشت داریم فقط زد نوشته هر برندی هر برندی ها اصلا مهم نیست اچ هر برندی برای هر محصولش یه لوگو داره مثلا سامسونگ گلکسی پشت و تمام محصولاتش حالا قدیم میزد گلکسی بعد دیگه حذفش کرد نمیدونم خود رو شما نگاه کنید پشت هر محصولش مثلا میباخ باشه دیگه نمیزنه مرسدس میزنه میباخ اینم اچ پی برای اینکه این کارو قشنگتر کنه یه زد گذاشته یک شما از دور میفهمی این سری اسپشیال اچ هم انقدر این لوگو استیل و قشنگ و نازه که من خودم عاشقشم و این زده خیلی قشنگه مثل زورو هست مثل نمیدونم اگه حروف ای وی سی دی رو در نظر بگیرید خب زد آخرین حرف دیگه وقتی زد میزنی آخرین سری این آخرشه این خودشم یه حس به اون کاربری که انقدر 2000 3000 دلار تو آکمندش هزینه میکنه خب با خودش میفهمه آخرین سری رو خریدم و وقتی جلو دستگاه رو نگاه کنید دقیقا نوشته زدبوک زیبوک حالا در اصلش زیبوکه ها ولی توی بازار ایران زدبوک جا افتاده اون زیبوکه یه زدش رو پررنگ تر نوشته یعنی قشنگ داره میفهمونه که شما داری یه دستگاه پریمیوم میخریده داشت بگذاریم در به دستگاه که بسته باشه این پشت یه حالت اینجوری تخت خمیده داره خیلی خفنه یعنی کف دستگاه رو قشنگ کرده بعد حالا این چه کاربردی داره شما اگه با دستگاه رو با کف بذاری توی کیفه وقتی دستگاه یه ضربه بخوره این چون پله‌ای در واقع ساخته شده یه حالت شیار داره ضربه رو پخش میکنه تو کل بدنه به یه قسمت ضربه نمیخوره که قور بشه بشکنه و یا علم فیزیک به حال حالا من تا جایی که خودم سوادم میرسه اینو فهمیدم که بعضی طراحی باعث پخش شدن ضربه تو کل محیط میشن اینم نکته گوشه هاشم تیز و یک گرد مانندی داره و لوله ها از وسطه حالا این وسط بودن هم دلیل داره این لوله هایی که وسطه از داخل دوتا پایه داره روی برد و قاب یه حالت شافت و قلاف شده یه حالت سفت اینجوری به هم تابیده شده این باعث میشه در دراز مدت هر چقدر شما در رو باز کنی خراب نشه نسبت به لوله هایی که حالا گوشواره ای یا یومانندن به داخل رفتن مثل سری های مثلا لنوو الوکیو یا سری های لاتتیوت دل اینها لولاشون از این مکانیسم استفاده نمیکنن یکی از اون دلایلی که میگم این دستگاه پریمیوم همینه حالا البته اچ این سیستم طراحی لولا رو توی سری های هم استفاده کرده ولی نه به قدرت این مطمئن باشید کیفیتش فرق داره. بعد نکته خوبی که هست یه دست دستی باز میشه من یه دستی الان دارم بازش میکنم حالا تو دوربین شاید بلور باشه ولی باز میشه و تا زاویه است. این یعنی صد و تقریبا 60 70 داره باز میشه کامل نمیخوابه ولی زاویه خوبی هم هست یعنی از بالا بخوای باش کار کنی زاویه زاوی قابل قبولیه این از بخش پشتش جلوی دستگاه یعنی فریم جلویی دستگاه گوشه یه اثر انگشت داریم یه لوگوی کور داریم یه دونه بج داریم این بجه رو داشته باشید اسمش دریم کالره این داشته باشید اصلا الان بهش کاری ندارم قسمت نمایشگر توضیحش کامل میدم دو تا اسپیکر دو تا شیاره در دو طرف دستگاه میبینیم که اصلا کپی مکبوکه حالا این که رو کنار دستگاه کپی اپله نمیخوام بگم خوبه یا بده ولی طراحی دلچسبیه دو تا ردیف اسپیکر که هر کدوم باز دو تا اسپیکر داخلشه در دو طرفه یعنی عملا چهار تا اسپیکر جلو دستگاه دو تا ووفر هم کف دستگاه چون کف دستگاه ووفر گذاشتن سوال قشنگه وقتی دستگاه روی سطح صافی مثل اینجا وقتی ووفر قرار کاری انجام بده انعکاس صدا پرتاب صدا به میز باعث رفلکسش میشه باعث میشه که صدا بیشتر باستاب داشته باشه و عملا یه جوری پرتاب صدای بیشتری داشته باشه کیبورد کاملا باز شده و اصلا من لنگه این کیبورد رو بعد 15 سال سابقه هنوز به جرعت ندیدم و نخواهم دید فقط یه مدل دل ایکس پی اس یه مدل ایکس هستش که پایینش کلا ترک بده دیدید دیگه این قسمت نوار پایل پایل پایینش تمام ترک بده موس اون کیبورد این کیبورده یا این کیبورد اونه اپل مایکروسافت اصلا به گرد پایین کیبورد نمیرسن کی ترافل بسیار زیاد یعنی عمق کیبورد زیاده خیلی سریع بر میگرده خیلی کلیدا بزرگ و مربعی اگه دستتون بزرگم باشه روی این کیبورد چنان میچسبه که کیف میکنی نحوه قرارگیری ترک خوبه ترک یا ترک بزرگ تقریبا ده اگه اشتباه نکنم 8 اینچ ده این ترک بزرگ وسط دمشقی وسط قاب گوشه هم چپ و راست و اینا هم نیست یه جوری طراحیش که وسط دستگاه و برای تایپ ده عالی کیبورد انقدر وسطه که اصلا هیچی پرت ندارید یکی از دلایلی که رو این دستگاه ها و مک کیبورد کامل نام نمیذارن همینه دوستان ها که کیبورد وسط باشه شما بتونید راحت تایپ کنید یعنی استاندارد اینه شما گوشیتون رو در نظر بگیرید کیبوردتون گوشه باشه راحتتر میتونید تایپ کنید یا اینور باشه ولی وقتی وسط شما راحت تر میتونید تایپ کنید اینکه دو طرف اسپیکر گذاشتن کیبورد ماشین حسابی نذاشتن باعث که کیبورد وسط باشه ترکپد وسط و یه حالت استاندارد داشته باشه در مورد ترک که بزرگه باید بهتون بگم کلید فیزیکی نداره لایه رویش یه حالت شیشه‌ایه ترک پد و طوری طراحی شده که گرد و خاک نمیگیره یعنی به خودش گرد و خاک نمیگیره در دراز مدت که شما هی باش کار کنی کار کنی رنگش نمیره سایده نمیشه و یه تقطق نرم اینجا داره که اصلا دلتون میره کاشکی مثل مکبوکا هپتیک بود یعنی شما کلید فیزیکی نداشتید دو زیر و خودش متوجه میشدی هپتیک داشت اون زیر ولی بله خب همینم هم قشنگه تو چیز توی دستگاه ویندوزی این رسم و رسومی که راست کلیک چپ کلیک باشه و هست واقعا هم کیفیت کلید عالیه اینطوری نیست که این طرف تک فشار بدی اون ورش بزنه بالا یا یه چیزی داشته باشه انگار مثلا خالیه دیدی بعضی ترک های مثلا بعضی لنووا اینطوری که فشار میدی اون گوشاش خالی میشه این نه قشنگ استاندارد کیپ مرتب بگذاریم اینم قسمت داستان اینا اثر انگشت داره بالای نمایشگر یه نوار حالت مشکی براق کشیده شده که یا عالم چیزی همون نوار ریز بالا یعنی به ظاهر یه چیز نوار خیلی طویل ساده نازکه ولی کلی امکانات اون توه سنسور پروکسیمیتی هست سنسور پروکسیمیتی باعث میشه وقتی شما نور کم و زیاد بشه نور اسکرین رو کم و زیاد کنه سنسور تشخیص چهره است وبکمش هست سیستمی هستش که شما وقتی داری مثلا با دستگاه از دورتر کار میکنی برایتنس رو زیاد کنه فاصله رو انگار خودش میسنجه فاصله سنج داره و با به اون فاصله شما و موقعیت شما نور صفحه یا دایمنشن رو تغییر میده بریم سراغ بخش بعدی یعنی پورت جایی که اچ یه یه جایشو حماقت کرده یه جایش هم قشنگ کار کرده حماقتش چیه اومده رو دستگاه میکرو استی گذاشته ما از همینجا بهت بگم شرکت اچ این دیگه کدوم آدمی میکرو استی رو این دستگاه استفاده میکنه هر تدوینگری دوربین حرفه‌ای داره کدوم دوربین حرفه‌ای میکرو اسدی می‌خوره نمی‌دونم میخواسته مثلا بگه ما استی ساپورت میکنیم میخواسته همچین کاری بکنه اما میکرو روی این دستگاه جاش اضافیه باید استی واقعی بود اسدی ساده استاندارد و این به نظرم ضعف یه دونه USB تایپ یه دونه پورت تایپ سی جن تو سی داریم تا 10 گیگابیت رید رایت داره پورت بسیار خفنی پی دی داره و میتونه مینی دیسپلی هم بتون خروجی بده بهش میگن مینی دیسپلی یک و چار. بعدی یه دونه پورت یو اس بی تایپ ای سه و که تا 5 گیگابیت میتونه رید رایت کنه و یکی از خفن ترین پورت های تایپ ایه و یه دونه از این شیارای لاکه اینجا سوال برای دوستان پشت صحنه بود که این چیه من اینجا بهتون توضیح بدم یه دستگاه های یه دونه سیمایی هست کابلای فولادیه این کابلای فولادی به یه جای وصل میشه مثلا به پایه این میز یا مثلا به یه دیوار پیچ میشه یا مثلا به یه فضایی مهم مثال چه فضایی یه کابل فولادیه، حالت کابل مثل نمیدونم کابل فولادی اسمش چیه این کابلای بوکسلا این کابلای قوی بالاش یه حالت فلش مانند داره که کد میگیره یا اثر انگشت میگیره یا کلید میگیره میره توی این قسمت لاک میشه حالا شما دستگاهتون رو مثلا از اینجا بخوام وردارن ببرن اون طرف دیگه نمیتونن انگاری یه قفلی به دستگاهتونه و به یه جای دیگه هم وصله حالا اگر ادیتورمون این قفله رو پیدا کنه عکسشو رو بذاره تو تصویر ممنونش میشیم اگر هم دیگه شما فرض کنید تو ذهنتون که این چیه اون طرف دستگاه یه دونه کمبو جک ایکس داریم این که میگم کمبو جک هم میتونه ورودی باشه هم خروجی دو تا تایپ سی تاندربولت سری چهار داریم بی‌نظیر بالای اینا یه ورودی شارژر داریم همینجا بهتون بگم یا نه بریم قسمت باتری بهتون بگم بذارید بریم قسمت باتری بهتون قسمت پاور این الاز فورد چیز دیگه نداره پشت چیزی نداره جلو چیزی نداره و خلاص یه دونه آها بالای شارژر یه دونه LED خیلی ریز هم هست که به شما میگه AC کنکت یعنی آداپتور وصله یا نه آمپلاگ وصل نیست اینم از این دیگه تمام کف دستگاه هم بخوام بهتون بگم که کف دستگاه هم یه دو تا ژله ساده داره یه دو تا فن داره و سه خاصی کفش نداره بریم سراغ قسمت بعدی نمایشگر و باتری و وزن اول از باتری بهتون بگم که همون قسمت آداپتور رو تا نپری در ذهنم بهتون بگم یه آداپتور 200 واتی داره توی نیم ساعت 50 درصد شارژ میکنه توی یه ساعت و ده دقیقه کامل باتری دستگاه 86 وات ساعت لیتیوم پلیمره یه باتریه که نسبتا نسبت به لیایونا عمر کمتری دارن اما این دستگاه طوری ساخته شده که وقتی پلاگ یا آن پلاگه یه خروجی رو به شما میده یعنی مثل ها مکبوک چه به برق متصل باشه چه نباشه یه توان و یه خروجی رو به شما میده این دستگاه هم همین ویژگی رو داره چه به برق باشه چه نباشه باتری میتونه اون توان دستگاه رو براش تامین کنه برای همینم از لیتیوم پلیمر استفاده میکنه که معمولا یه خورده تواناشون بیشتره 12 ساعت حالت ایدئالشه شرکتش تو سایتش زده 12 ساعت کذب آینا این با سی تی های دوازده اصلا شاید پنج سال دیگه این ویدیو رو ببینیم بخندیم بگیم آره میشه ولی الان نمیشه وزن 1780 گرم بهترین وزنه یعنی برای همچین قولی اینقدر وزن عالیه عالیه دمش گرم من لذت بردم اساس میکردم از دور دیدمش گفتم 16 اینچ دستگاه به این بزرگی باید الان مثلا 2200 گرم وزنش باشه با خودم تصوراتم این بود اومدم دیدم نه 1780 گرم خیلی هم وزن ایدهالو مرتب نمایشگر 16 اینچ فیکس حالا بذارید من این نمایشگر رو برم سراغ خود بخش نمایشگر این قسمت نمایشگر یه داستان راجع به نمایشگر میتونم براتون به یا بنویسم داستان ها نمایشگر که 16 اینچه استاندارد جدیدیه نه خیلی بزرگه نه کوچیک بعد هاشیه ها کم نسبت 16 به 10 رزولوشن 4K لذت میبری وقتی اون پیکسل به پیکسل رو شما نگاه میکنی یعنی زوم میکنی بالا پایین میکنی انقدر جزئیات رو میبینی که اصلا لذت میبری من به جرت میتونم بگم جز معدود نمایشگری که حالا باش خوبه پنل آی پی نیست اولیدی نیست علت داره اون همین این که این دستگاه ممکنه تو محیط های باز مورد استفاده قرار بگیره رفلکس نور برای شرکت سازنده یک پارامتر اصلی بوده برای همینم هم OLED استفاده نکرده و همین نمایشگر هم IPS استفاده کرده بعد خدمتون هست دریم کالره این دریم کالر از یک میلیارد رنگ پشتیبانی میکنه این بجی که اونجا بهتون گفتم اون برچسب پایین آین آینه اینه یه رنگه این بج دریم کالره یه میلیارد رنگ پوشش میده و فضا رنگی اس ار رو در نظر بگیرید فضا رنگی ادو بار هم در نظر بگیرید بالاتر از اینا دی سی آی پی 100 درصد فضای رنگی دی سی آی 3 هم پشتیبان میگم فکر میگم 100 تا چند درصد اس ار جی بی میشه 100 و 130 درصد اس میشه رنگی که تو این نمایشگر میبینی خود واقعیته خروجی بگی چاپ سبودی مثلا انجام میدی رنگ میزنی آبی هم و آبی رو میبینی یا همین رنگی که مثلا تنه منه الان سرمه مایل به آبی نفتی آبی نفتی دیگه درسته اینا من توی مثلا نمایشگر این ببینم همون واقعیته ولی ممکنه تو گوشی شما الان مثلا این الان صورتی نه ولی ب نفس نمیدونم یه رنگ دیگه ممکنه باشه ولی توی این نمایشگر همونه بعد خدمت شما عرض که 120 هرتز شما در نظر بگیرید رزولوشن 4K رو 120 بار رفرش کنید یه چیز عجیب غریبیه ها یعنی یه طراحی قشنگه معمولا اگه دقت کنید ایسوزا یا برندهای دیگه نهایتش تریکی رو 120 هرتز میکنن 4K 120 هرتز یه چیز عجیب غریبیه که کار همین هچوی بوده و از برنامه دیگه در مورد رنگا باید بهتون بگم عمق رنگا عالیه یعنی شما رنگ مشکی رو که میبینید یا سرمه‌ای رو میبینید یا رنگای دیگه سبز عمق رنگ دارید واقعا رنگ جذابه و محو نمایشگر میشید برای کسی که 24 پای تدوین کار نمیدونم سنتی انجام میده نیاز به نمایشگر داره عالیه 70 درصد از اشعه های نمایشگر خودش جلوگیری میکنه و این باعث میشه شما در دراز مدت چشتون خسته نشید البته چون حاشیه دور نمایشگرم کمه خودش بی تاثیر نیست باعث میشه که شما متمرکز بشید روی نمایشگر ببندیم بخش پورت و نمایشگر ظاهر و, و باطن اینها رو ببند این, دا این چیزه بیرونیشو ببندیم بریم سراغ داخل دستگاه بخش سخت افزار اول از اسپیکر تو بخش سخت افزار شروع کنم اسپیکر رو آوردم تو بخش سخت افزار چون قطعه سخت افزاری اسپیکر رو به نرم افزار خروجی صدا ورودی همون کمبوجکه بلنگوها ووفر دستگاه توسط کمپانی قدرتمنده بنگن آلفسن یا همون بیانو طراحی سابقه درخشانه کمپانی قدرتمنده و صدایی که روی این دستگاه گوش میکنید فراتر از تصورتونه فراتره و اینم بهتون بگم جالبه مثلا من دیشب داشتم آهنگ آنلاین پلی میکردم یه اروری اومد روی نمایشگر که آقا تو داری از کروم آهنگ پلی میکنی یه, اد... یه ادانس یا یک افسونه دارم برای کروم که صدا رو مثل محیط ویندوز میتونه بهت خروجی بده اونو نصب کردم دقیقا هم همینطور بود صدا اصلا انگار باز شد صدا شفاف شد و اصلا افزونه برای کروم گذاشته برای اپلیکیشن های مثلا مثل VLC که ام پلیر پات پلیر یه افزونه میده که آقا اینو نصب کنی صدایی که داریم بد میدیم همون صدایی باشه که تو محیط ویندوز داریم میشنویم حالا بریم سراغ سخت افزار دیگهش مثل سی پی رم و گرافیک و اینها جایی که بحث زیاده اینجا بهتون بگم که دستگاه در دو نسخه i7 و i9 نسل دوازده، نسل 13 هم اومده هنو توی بازار ایران من ندیدم شاید هم اگر هم باشه احتمالاً قیمتا خیلی عجیبی دارن اما این چیزی که ما الان اینجا آوردیم i9 900 اچ کا این اچ ایج کی اچش که مخفف حالا اینی که مثلا در بالاترین رده بازاره یعنی دیگه رو لپتاپ ها از این بالاتر نیست اون کیه که میاد یعنی اورکلاک شده یعنی بالاترین آینه اینی که میتونستن روی لپتاپ رو نسل 12 بذارن رو این دستگاه گذاشتن این شرکت گفته آقا پول برام مهم نیست هرچی تهشه بذار دیگه از این تحت ظاهرا اینتل اون زمان یعنی پارسال نه یه سال قبلش تقریبا 16 هفته اما پیش شرکت HP دیگه از این بالاتر پیدا نکرده بذاره و تهش رو این گذاشته بنچمارک این سی پیو حدود سی هزاره که با توجه به این نازک بودن و اسلیم بودن و مصرف کمش بی بهترین بهترین پردازنده و بهترین توانی که میتونستم برای این تعریف کنن رو کردم تمام بنچمارکاشو گرفتیم بنچمارک گیگ بنچش بنچمارک پس مارک و خدمت شما رو ویریشو گرفتم رو دارید تو تصویر میبینید نتایج واقعا محشر و خارق العاده است و به جرت میتونم بگم یکی از بهترین سی پی که میتونستم بسازم اعداد و ارقام بیانگر قدرت پردازنده هست یعنی نیازی نیست که من بخوام راجع به اعداد و ارقام دیگه بخوام توضیح بدم پردازنده بنچمارک 30000 ویری شو که دارید اسکورشو میبینید گیگ بنچشو دارید خودتون میبینید اصلا عد... پردازنده عجیب قریبیه و نگران نباشید از عهده تمامی کارهای مهندسی و گرافیکی راهن و... راحت و روون برمیاد یه چیزی هم اینجا بهتون بگم این پردازنده رو بخوایم با آیناین نسل 13 مقایسه کنیم 5000 فرقشه یعنی اون 35000 این 30000 یعنی عملا در 12 درصد فرقشه رم 32 گیگ DDR5 تا 64 گیگ میتونید ارتقا بدید دو تا اسلات خالی داره 4800 هم باسه که ساپورت میکنه این شما اگه باس 5600 هم روی این دستگاه بذارید این همون 4800 مادر بردش میشنسه یه ترا SSD M2 NVMe جنریشن 4 داره که میتونید ارتقا بدید و دو تا اسلات هم داره دو تا M2 جنریشن 4 میخوره شما میتونید نهایتا تا 4 ترابایت حافظه شو آپگرید کنید و اما گرافیکش RTX 3070 Ti باید بهتون بگم این دستگاه با گونه های زیادی از گرافیک های آرتیکس ارائه شده RTX سری A یعنی A2000, A4000, a 6000 c ساده, C70 Ti, C80 Ti جز بهترین نسخه همین C70 Tiشی که چون نسخه 90 واتیه هم دمای کمی داره هم بهینه است کاملا هم عملکرد خوبی داره و هم روی باتری میتونه همون توانش رو به شما خروجی بده بنچمارک هم که گرافیکش گرفته هم بخش کداکور شما بنچمارک گرفتیم با ویری هم بخش حالا خود گرافیک آرتیکسشو شو هم رای و هم با پاسمارک بنچمارک گرفتیم که اعداد ارقام قابل قبولیه مثلا 18000 تقریبا داره به ما گرافیکش خروجی میده رو پاسمارک که بخوام بهتون بگم الان مثلا با 40 مقایسه میشه یعنی ی که ما بررسی کردیم هم همین داشت شما میداد درسته نسبت به 40 قیمتش خیلی گرانتره خب ما تاف اگه بخریم 40 60 تومنه این استوکش 70 80 تومن 90 تومنه ولی خب اینم در نظر بگیرید که هیچ موقع تاف همچین نمایشگری نداره همچین پورتی نداره همچین سیستم صدا نداره همچین کیفیت بدنی نداره و و و و و, و. بیشتر از این این بخش رو کش نمیدم به خاطر که همینقدر بتون بهتون بگم گاد در حالت خودش در نوع خودش و بهترین ورک بازار میشه بهش لقب داد این یعنی لقب بهترین ورک بازار میشه بهش داد وای فای 6 بلوتوث سری 5 ام 2 جنریشن 4 و تشخیص چهره اثر انگشت از سایر ویژگیاشه که خیلی خلاصه بهتون بگم چیز قابل بحثی نیست و اما نتیجهگیری کلی اگه بخواید 70 میلیون بدید یه لپتاپی بگیرید مثلا مثل جی 614 ایسوس مطمئنا سخت افزارش از این بروستر و بالاتره اما کیفیت ساخت نمایشگر خروجی که روی باتری قراره به شما بده این خروجی که روی باتری به شما میده یعنی آمپلاگش با پلاگش فرق میکنه در نظر داشته باشید این دستگاه خروجیش فرق نمیکنه از نظر پورت و جنس دستگاه به جرئت میتونم بهتون بگم که از همه, همه 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 دستگاهی تو این رده کیفیت بالاتری داره و یه عمر یعنی ده سال راحت براتون مثل مرد کار میکنه بدون اینکه آخ بگه یا کوچیک ترین ایرادی بخواد فیلمی بازی در بیاره میتونید بهش اعتماد کنید قابل اعتماده قیمتش یکم بالا اگه قیمت رو در نظر نگیرید همه چیزش پرفکته من خودم اگه کارم تدوین بود یا طراحی انجام میدادم و قرار بود صبح شب از یه دستگاه استفاده کنم زد اولین اولین آخرین انتخابم بود تا اینجای ویدیو اگه همراهمون بودید حتما با لایک و کامنت ما رو حمایت کنید که خیلی نیازمند حمایت شما دمتون گرم بدرود